سلام عرض میکنم به همه دوستان که زحمت کشیدن تشریف آوردن اینجا و شرفشون رو در اختیار من گذاشتن. بعد از اون از انجمن فرهنگی خطه خیلی تشکر میکنم که با تلاش خیلی از دوستان این برنامه رو تشکیل میدن و امیدواریم که این برنامه همچنان ادامه پیدا کنه. مختصر شروع میکنم به صحبت. قبل از اینکه راجع به ترجمه تاریخ مصور تئاتر صحبت کنم، یکم میخوام از نویسنده این کتاب صحبت کنم. آندره دوگن یه شخصیت فرانسویه که من اینو وقتی سال 1981 اومدم پاریس برای ادامه تحصیل، توی چاپخونه کار میکردم برای اینکه بتونم تحصیلمو ادامه بدم، به اصطلاح سابکارم وقتی که دید من در ستار میخونم، گفت من یه نفر میشناسم که همشهری منه و این به اصطلاح آدم تئاتریه، آندره دوگن رو به من معرفی کرد. البته بعدا پشیمون شد، چون هر موقع میومد توی کارگاه ما به اصطلاح وارد میشد کار بکنه، ما با هم دیگه شروع کردیم به صحبت کردن راجع به تئاتر، یارو میگفت بابا دست بردارین برو دنبال کار. برحال من از اینجا با آندره دوگن آشنا شدم و دیدم که کم کم این هر موقع میومد دلش میخواست راجع به تئاتر صحبت کنه. برنامه‌ای که دیده بود، تاریخ، حتی یه سری از برنامه‌های تئاترهای فرانسوی رو کورنه، راسین یا دیگران رو از حفظ میدونست و نقل میکرد. وقتی که شنید من دارم راجع به آرتور آدموف و زولا و اینا کار میکنم، تعجب کرد. گفت تو مگه از ایران نیومدی؟ گفتم آره. گفت مگه تو ایرانم آدموف رو میشناسن، زولا رو میشناسن؟ گفتم آره، نه تنها میشناسن بلکه اون موقع آدموف رو خود فرانسوی ها نمیشناختن، ولی تو ایران 3-4 تا از کاراش ترجمه شده بود، از جمله استاد تارانش و 3-4 تا از کاراش رو ترجمه کرده بودن و ما تو دوره دانشجویی یک همین استاد تاران رو کار کرده بودیم. وقتی بهش گفتم تعجب کرد، گفت وقتی من کار آدموف رو توی پاریس دیدم 3 تا تماشاگر داشت توی سالن‌های پاریس. اینا چجوری شما اونجا ترجمه شد؟ گفتم خب ما یا خیلی جلوتر از تاریخیم یا خیلی عقب‌تر از تاریخ. اون موقع تمام این کتابای به اصطلاح تئاتر آوانگارد و این چیزا خیلی زود تو ایران ترجمه و پخش می‌شد و در حال چاپ می‌شد و می‌شناختیمشون. در حال دوستی ما از اینجا شروع شد. این بابا تمام تاریخ تئاتر رو جمع کرده بود و به دست خودش به این صورتی که میبینید، این یکی از صفحای اصلی کتابشه، به این صورت 400 صفحه رو نوشته. البته این یک صفحشه که میبینید، صفحه اولشه که تاریخ مختصر تئاتر 2500 سال رو روی صفحه آورده. برحال این کتاب، این یادداشت‌ها رو در حدود 400-500 تا صفحه رو پشت سر هم کرده بود و میخواست چاپشون کنه، به عنوان یه تاریخ کتاب منتشر کنه. کم کم اومد پیش من، چون من بعدش از کارگری یکم نجات پیدا کردم و رفتم خودم یک مغازه کوچیک فتوکپی باز کردم و اینا، دیگه میومد پیش من و به من گفتش که بیا یه نسخه کوچولو از این درست کنیم ببینیم انتشاراتیا قبول میکنن این کارو چاپ کنن یا نه. وقتی این کتابو ما 10 تا نسخه کوچیک چاپ کردیم، برد پیش 20 انتشاراتی پاریس داد، هیچ کدوم حتی این کتابو نگاه نکردن، رد کردن وقتی می‌دیدن اینجوری در اومد. بالاخره وقت آندره دوگن نامید شد، گفت خب کتابو میذارم کنار و میرم توی شهرستان خودم یه کار دیگه میکنم. من گفتم مگه میشه آندره؟ این کتاب معدن تحقیقات تئاتریه، چجوری میخوای بذاریش کنار؟ بیا خودم چاپش کنم. گفت مگه تو میتونی؟ گفتم آره. شروع کردیم این کتاب رو با فوتوکوپی و صفحه به صفحه چاپ کردیم، 300 نسخه در بردیم. خلاصه میگم 300 نسخه شو ژروم گخسن که به اصطلاح روزنامه‌نگار مشهوریه، اون موقع لونمان دو جودی بود، وقتی این کتاب در اومد یه نسخه رسید دست ژروم گخسن و اون 2 صفحه راجع به این کتاب مقاله نوشت. 300 نسخه این کتاب که ما فوتوکوپی کرده بودیم در عرض 1 ماه فروش رفت. بعد دیدیم تقاضا زیاده، تو با همون وسیله دستی و تو مغازه کوچیک 500 نسخه زدیم.
500 نسخه هم سریع فروش رفت. بعد اون ناشرهایی که کارش رو رد کرده بودن افتادن دنبالش که بیان کتاب ما چاپ کنن. خلاصه بگم که انتشاراتی مثلا انتشارات نیزه کتابو گرفت و فکر کنم تا حالا 180 هزار نسخه از این کتاب فروش رفته و این کتاب یکی از کتابای معتبر تئاتریه و بچه های تئاتری اینجا هم همه میشناسنش کتابا، یعنی اغلب اونایی که کار تئاتر کردن یکی از کتابای مرجعه از دوره دبیرستان بگیرید تا دانشگاه، کتاب معتبر تئاتریه. به هر حال این کتاب وقتی در می اومد و اینجوری من به آندره یه زمانی قول دادم که الکی بهش گفتم من این کتابو ترجمه میکنم به فارسی، یعنی یه چیزی انداختم و بعد وقتی رفتم سراغ ترجمه کردنش دیدم کتاب خیلی سخت ترجمهش، چون کتابی که نوشته واقعا تلگرافیه، بیشتر جمله‌هاش فعل نداره، یعنی نوشته سال 1930 نمیدونم تارتوف در فلانجا اجرا شد، ولی خیلی تلگرافی نوشته. اینو حالا بخواید ترجمه به فارسی بکنید احتیاج داره به یه زبون دیگه ای، اگه بخواد یه زبون دیگه ای بگیرید بعد اون روح کتاب از بین میره. از اون گذشته همش دستنویس بود و این تصاویر رو میبست و همه چیز بود اینا. بالاخره من 6 سال گذاشتم این کتاب رو ترجمه کردم و وقتی کتاب ترجمه شد تازه متوجه شدم که مشکل چاپش مونده و دوست داشتم که این کتاب تو ایران چاپ بشه. وقتی رفتم سراغ ناشرای ایرانی همه رد کردم، گفتم اصلا این کتاب به درد نمیخوره و به این صورت اصلا به درد ما نمیخوره و در ذهن میگفتن که ما یه کتاب تاریخ تئاتر داریم بسه. حالا بریم سر مسئله این که اصلا تو ایران وقتی که ما دانشجو بودیم مشکل کتابای تئوریک تئاتر وجود داشت اون زمان، وقتی میگم اون زمان یعنی حدود 40-50-60 سال پیش، موقعی که ما دانشجو بودیم تقریبا 45 سال پیش وقتی من دانشکده میرفتم هنری زیبا اصلا کتاب تاریخ تئاتر وجود نداشت. از ویل دورانت پراکنده چیزایی ترجمه شده بود که بچه ها میرفتن گیر میآوردن توی مثلا قرون وسطا، روم، یونان، بخشایی که راجع به تئاتر بود اونا رو گیر میآوردیم، فوتوکپی میکردیم میخوندیم. استاد ما توی دانشکده ممنون بود، دکتر ممنون که مثلا زاهد در تو رابش صحبت کرده، این استاد تاریخ تئاتر ما بود. هر موقع راجع به تاریخ تئاتر صحبت میشد از یونان شروع میکرد میرسید به ارامسد. یه معلوم نبود ارامسد چجوری از یونان سر در بود اینا. بعد از یه طرف دیگه خیلی بعد یا اینکه خیلی آدم زرنگی بود تقسیم میکرد، میگفت مثلا سیروس تو برو راجع به رنسانس تحقیق کن، تو یکی برو راجع به شکسپیر، یکی برو راجع به بیاد بعد کاراتون رو اینجا بخونید. ما مجبوریم بریم یه ما کار کنیم دست که ایشون استاد ما. ولی اینو میخوام بگم که چجوری دانش، یعنی سیستم دانشجوی دانشکده و اساتید اینا چجوری بود، تو چه مرحله بود و هیچ مدرک به اصطلاح کتاب و چیز مرجعی وجود نداشت. در حال حاضر تو ایران چند تا کتاب تاریخ تئاتر ترجمه شده، یکی که از همه مهمتره کتاب تاریخ تئاتر اسکار براکته، تاریخ تئاتر جهان اثر استاد براکت که مثل این که هوشنگ آزادی بره بعدم باشه کتابش، نه کتاب از نظر اصل کتاب کتاب خیلی خوبیه، ترجمه ناقصه ولی مرجع کتاب بسیار مفیدیه. منتها یکی دیگه هم ترجمه شده که همون ویل دورانت رو برداشتن سر هم بندی کردن کردنش تاریخ تئاتر و دو سه تا تاریخ تئاتر دیگه، ولی تمام این تاریخ تئاترها خیلی آنگلو ساکسونه، دیدشون آنگلو ساکسونیه. مثلا توی کتاب اسکار براکت که 3 جلده ویکتور هوگو تقریبا وجود نداره، دیدرو اصلا نیست، ذکر نشده و خیلی چیزای دیگه، مثلا ماریو اصلا راجبش صحبت نشده، در صورتی که آدم بسیار مهمه توی رومانتیسیسم فرانسه. به هر حال تمام این کتابا به نظر من خودشون میتونه مجموعه این کتابا بشه یه کار درست حسابی راجب تاریخ تا، یعنی یکی کامل نیست. وقتی من رفتم سراغ ناشر گفت یه کتاب داریم دیگه بسته، مثل شما بگی یه رمان نوشته شده دیگه تموم شد، کسی یه رمان ننویسه. به هر حال با اینکه این ورون ور که رفتم فقط یک انتشارات دولتی که انتشارات دانشگاهیه به انتشارات سمت اینو قبول کرد، یه آدم فرهیخته‌ای به اسم آقای براهیمی که اینو میخوام بگم که باز توی انتشاراتی دولتی ایران جمهوری اسلامی همچنان آدمای درست حسابی هم پیدا میشن واقعا که میخوان یک کاری بکنن. این آدم
قبول کرد که این کتاب بدون سانسور ترجمه کنه، یعنی پخش کنه، چاپ کنه. و این کتاب غیر از یکی دو مورد که تصویرای مثلا زن سینه باز داشته و اینا که اونم چاپ کردن ولی محو کردن سینه زنو، غیر از اون هیچ چیزیش سانسور نشده و این یکی از شرایط ما. برحال این کتاب چاپ شد و منم تأکید میکردم که این کتاب یعنی روح کتاب آندره دوگن حفظ بشه. مثلا شما اون نسخه‌ای که دستتون دادم نگاه کنید، پشتش این صفحه است و توش اون ترجمه منه. سعی کردم که هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا ترجمه وفادار بگیرم. اینجا لازم میدونم که ما توی خارج از کشور هستیم و توی فرانسه و توی این جمع ما تو همین انجمن آدمای فرهیخته بسیار بزرگی من باشون برخورد کردم و حالا تک تک اسماشون رو نمیتونم ببرم یعنی، ولی یکی از آدمایی که خیلی به من کمک کرد دوستم آقای ابراهیم مکیه که واقعا اگه بخوام ازشون تشکر بکنم امکان نداره و خیلی من از دانششون و راهنماییشون استفاده کردم، هم تو ترجمه این کتاب هم تو ترجمه های دیگه که تو فرانسه کردم و هم تو این ترجمه ویکتور هوگو مقدمه کرامول. و واقعا نمیدونم چجوری از ایشون تشکر کنم و نمیدونم این کتاب آقای مکی دیدن یا نه. من این کتاب رو با کمک ایشون ترجمه کردم، خیلی به من زحمت یعنی ازشون زحمت کشتم. این کتاب رو من هنوز به ایشون نشون ندادم، تازه به دست من رسیده و این صفحه اولش من این کتاب رو به آقای مکی تقدیم شده. البته من از استادای دیگم که اینجا هستن خیلی گاهگداری استفاده میکنم، اسمشون همه میدونن، آقای یلفانی، آقای آشوری، دیگر دوستان اینها. و این توصیه رو به دوستای دیگه میکنم که استفاده کنیم، واقعا اینا منابع بسیار با ارزشی هستن و من با پررویی خیلی موقع وقتشون رو میگیرم و ازشون سعی میکنم که به اصطلاح راهنمایی کنم. یعنی آقای مکی همچنان استاد راهنمای ما هستن و خیلی ازشون تشکر میکنم. حالا اگه فرصت کمه بریم سراغ یک مختصری من از کتاب برم وارد بخش بشیم که این کتاب را که به چی صحبت میکنه. این صفحه که اینجا دیدید یه صفحه که همچون که گفتیم اصطلاح نشون میده یکی از صفحه این کتابه که 25 قرن تاریخ تئاتر رو تو یک صفحه شهر. حالا من برم ترجمه این به اصطلاح یکم اگه روی این نقشه سر بکنیم، تاریخ تئاتر قرن پنجم قبل از میلاد شروع شده. اون تصویری که من به شما دادم سه تا مرحله رو من قرمز کردم، یعنی به اصطلاح چیز داشت. قرن پنجم قبل از میلاد یونانیا با استفاده از اساطیر یونانی تراژدی و کمدی رو بنیان گذاشتن. پس قبل از میلاد تئاتر توی هوای آزاد اجرا می‌شده، مجانی بوده و جزء خدمات عمومی بوده. قهرمانای اساطیری بودن، خدایان بودن یا قهرمانان و سرنوشت انسان. فلسفه از همون ابتدا به اصطلاح توی نمایشنامه نویسی و نمایشنامه‌ها جزء جدای ناپذیره نمایشنامه و تئاتر بوده. خیلی خلاصه میخوام بگم، بعد میریم سراغ قرون وسطا. مسیحیت که میاد، یعنی این قضیه تا قرن پنجم میلادی ادامه پیدا میکنه. رومیا تئاتر رو از یونانیا میگیرن و تئاتر سنگی ایجاد میکنن و به اصطلاح تا اینکه مسیحیت قدرت رو به دست میگیره، کلیسا که قدرت رو میگیره به جای معابد باستانی و آمفی‌تئاتر و تئاتر اونا رو خراب میکنه، جاش میاد کلیسا و کاتدرال و این چیزا میسازه.
حالا برای اینکه تبلیغ بکنه مسیحیتو از تئاتر هم استفاده میکنه، ولی تئاترش فقط جنبه مذهبی داشته. اوائل تئاتر کلیسایی یا مذهبی داخل کلیسا بوده، بعد میاد جلوی صحن کلیسا، یعنی اونجایی که بهش میگم پقوی، جلوی کلیسا اجرا میشه، و بعد که کم کم به اصطلاح حوالی قرن دهم تو این جریان یه سری نمایش‌های مردمی غیر مذهبی پیدا میشه که اونا رو دیگه نه داخل کلیسا بهشون اجازه میدن کار بکنن، نه جلوی کلیسا، مجبور میشن برن اطراف که یه سری تئاترهای مردمی. حدود 10 قرن بعد تا اوایل رنسانس سکوت بوده، یعنی تئاتر اجرا نمیشده، تا اینکه به اصطلاح رنسانس دو مرتبه فرزانگان و دانشگاهیان تئاتر قدیمی رو، تئاتر باستانی رو دوباره کشف میکنن و کلاسیسیسم میاد که تئاترها رو دو مرتبه نمایشنامه‌نویسی و تئاتر رو وضع میکنه. توی این قضیه دوره الیزابتیان هم خیلی مهمه که توی انگلیس بوده، که اینجا اون گوشه اگه ببینید اینجا تئاتر شکسپیر و تئاترهایی که توی لندن ساخته میشه رونق میدن به اجرا و نمایشنامه‌نویسی، که نمونه بزرگش شکسپیر بزرگ. بعد تو همین حوالیه که، یعنی در حدود 1500 سال طول میکشه که برای اولین بار زنها شروع میکنن به ظاهر شدن روی صحنه، که توی فرانسه حدود 1600 اولین زن جرأت میکنه توی تئاتر بره روی صحنه، و اونم یه خانم ایتالیایی بوده که از کمدی دلارته وارد صحنه فرانسه میشه. توی تئاتر الیزابتی هم برای اولین بار یکی دو بار نقش دزدمونا رو زن بازی میکنه یا جولیتو، غیر از اون همیشه نقش زنها رو مردا اجرا میکنن تا این لحظه. ولی همین لحظه، یعنی اینجا هاست که تئاتر داره حرفه‌ای میشه، یعنی دیگه تا اینجا تئاتر مجانی و کسی حقوق نمیگرفته، یه خدمات عمومی بوده، از اینجا به بعد تئاتر شروع میشه به حرفه‌ای شدن، تا اینکه بعد میرسیم به دوره رنسانس و بعد از رنسانس عصر روشنگرایی یا عصر به اصطلاح دوره خردگرایی و روشنگرایی، که اینجا برای من باز یه مرحله خیلی مهمه توی تاریخ تئاتر، اونجایی که ولتر و دیدرو و دیگران شروع میکنن به تفکر راجع به تئاتر. اینجا دیدرو برای اولین بار تئاتر رو میخواد از آسمون بکشه پایین، بیاره روی زمین و راجع به مردم صحبت بکنه، یعنی دیگه اینجا خدایان یا قهرمانان موضوع صحبتش نیستن، از درام بورژوازی رو پایه‌گذاری میکنه، میگه که بین تراژدی و کمدی، نمایشنامه قمنگیز رو اگه خیلی ساده بگیم موزه، یه فضای دیگه وجود داره به عنوان درام، تو این درام مسائل معروف آدما رو صحبت بکنه. دیدرو اون موقعی که مسئله مطرح میکنه تازه شده اتئیست. دیدرو کشیش بوده، تحصیلات کشیشی داشته، یعنی آدم خیلی مهمیه که تا لیسانس دکترای الهیات داشته. یه دفعه میشه دئیست، یعنی خدا باور، دیگه مسیحیت رو میذاره کنار، بعد میشه اتئیست، یعنی میشه کافر. و اینجاست که تئوریای تئاتریش رو بر اساس این عقاید فلسفیش مطرح میکنه، هم تئوری راجع به اجرا میده پارادوکس اوف کمدیان، و هم تئوریای تراتی برای نمایشنامه‌نویسی میده به اسم دیسکور سور لا پوئزی دراماتیک. یعنی به هر حال در این مورد تئاتر رو، بنیان تئاتر رو عوض میکنه به نظر من. حالا ممکنه که این تئوری رو خیلی قبول نداشته باشن. از اینجا قرن 18 و قرن 19 قرن شکوفایی تئاتر، و مسئله مهم بورژوازیه، بورژوازی که اجازه میده تئاتر تحول پیدا بکنه. اینجا که صحبت میکنیم واقعا قرنیه که تئاتر جنبه های مختلف به خودش میگیره، یعنی تو همین لحظه که شما میبینید ولتر بوده، ماریو بوده، هوگو بوده، ببینید هر کدوم از اینا هم یک سبک داشتن، سبکای مختلف شروع میشه به پیدا کردن، ریالیسم، رومانتیسیسم، ناتورالیسم زولا، تمام اینا اینجا شروع میکنه به رونق پیدا کردن، و در این حال یک تئاتر مردمی ملودرام و این چیزا که صدها هزار مردم رو میکشونده توی تئاتر. تئاتر درآمدزا بوده اینجا دیگه، کاملا حرفه‌ای شده. تئاتر بورژوازی
نقش خودش رو اینجا میزنه، حتی توی ساختمون تئاتر که اونجا تئاترای بورژوازی، یعنی ساخت تماشاخانه‌های تئاتر بورژوازی هم به وجود میاد. اینجا دیگه دوره تئاتر به اصطلاح آوانگارد شروع میشه. از این به بعد تئاتر آوانگارد از ویو کولومبیه و اغلب کشورهای اروپایی از آندره آنتوان که ناتورالیست بوده به اصطلاح جدا میشن و میرن سراغ سورئالیسم و سمبولیسم و تئاتر آوانگارد، تا اینکه میرسیم به تئاتر به اصطلاح یونسکو و بکت و آرتو و آنتوان و آدامو و سایرین که اینجا و تئاتر نقطه بسیار مهم دیگه که میرسیم بعد از جنگ جهانی دوم که برشت پایه‌گذار تئاتر اپیک میشه. برشت اینجا بازم به نظر من آدم مهمیه، یک ستون توی تاریخ تئاتر، به خاطر اینکه دیگه اون آدمی رو که دیدرو از آسمونا کشیده وسط زمین و هوا گذاشته، پایه‌هاشو قشنگ به زمین وصل میکنه. اینجاست که برشت تئاتر طبقاتی رو مطرح میکنه، تئاتر اپیک رو مطرح میکنه و راجع به زندگی روزمره آدم ها صحبت میکنه. و به نظر من این سه تا مرحله تو این نقشه نشون میده که این سه تا مرحله چجوری پیدا کرده. و مهمه که تمام این جریانات با هم دیگه زندگی میکنن و با هم ربط دارن و میرسیم به تئاتر مشکین و بقیه و بیتز و این چیزا. بریم سراغ نقشه بعدی اگه بدین. کم کم هر موقع وقت تون کمه و من میگید خلاصه تر. حالا یک کمی اگه اجازه بدین بریم سراغ، برگردیم باز به تو این کتاب چجوری تاریخ تئاتر رو با تصویر آندره میخواسته نشون بده، در این حال که مسائل مهم تئاتر رو دست میگیره، این قضایا رو بسیار ساده میخواد برای مردم توضیح بده. به این توی تراژدیای یونان ببینید، یک هنرپیشه وجود داره، یک گروه همسرایان یا کوپیفه، سه مرحله وجود داره. یه مرحله که توی تئاتر اشیل هنرپیشه چندان اهمیت نداشته، گروه همسرایان خیلی مهم بودن. وقتی میرسیم به سوفوکل، همسرایان و هنرپیشه، اون دوتا سه تا هنرپیشه به یک اندازه اهمیت داشتن. وقتی میرسیم به اوریپید میبینیم که نقش هنرپیشه خیلی مهم بوده و نقش همسرایان کمتر میشه. همسرایان حضور داشتن و سوال و جواب میکردن. خیلی خلاصه بدون که بخواد آندره در صفات مختلف بخواد این قضیه رو شرح بده، با تصویر این قضیه رو توی کتابش شرح داده. مسئله دیگه که اینجا آندره باز صحبت میکنه سه نوع تئاتره، ساختمون تئاتره. تئاتر یونانی اون بالاست، تئاتر رومی و تئاتر قرون وسطایی. تئاتر یونانی رو اگه دقت کنید در فضای بازه، روی شیب کوه ساخته شده، جلوش هم بازه، اون طرف بعضی موقع دریا بعضی موقع جنگله، این وسط کوریفن یعنی همسرایان اینجا صحنه اینجاست، دو سه تا هنرپیش هست اینجا، همه بازه، سبا بازه. بعد که میرسیم به تئاتر رومی، تئاتر رومی یعنی تئاتر ایتالیایی آنتیک، از سنگ ساخته شده، روی بازم شیب کوه رو میگرفتن رو سنگ میساختن و این جلوش فرونتاله یعنی صحنه مقابله و به اصطلاح این جلوم تزئینات به اصطلاح کشفیاتشون رو یا نمیدونم غنایم جنگی رو نشون میدن و اون چیزا. تئاتر وقتی به روم میرسه دیگه اون جنبه تراژدی و کمدیش از دست میده، یه مقدار میره بیشتر سراغ قهرمان بازی ها و در بعضی از آمفی‌تئاترها دیگه واقعا تئاتر به عنوان نمایشنامه و فلسفه مطرح نبوده، میرسه به یکی جنگ و بین به اصطلاح حیوانات و این چیزا، بیشتر به سیرک نزدیک میشه. حالا تئاتر قرون وسطایی وقتی میرسیم، مسیحیت که 10 قرن طول میکشه
تئاتر قرون وسطایی کم نبوده. تئاتر قرون وسطایی نه از خودش مکان میذاره، یعنی تئاتر نمیسازه، چون که مسیحیت میگه کلیسا وجود داشته، دیگه احتیاج به جای دیگه نیست برای تئاتر. و نه متن مهمی از تئاتر قرون وسطایی وجود داره، غیر از چند تا متن راجب تئاترای میراکل و میستر و این چیزا. و به هر حال اینا هر کدوم یک مانسیونه، یعنی اینجا دوزخ بوده، اینجا بهشت بوده، بین اینا هم اورشلیم بوده یا شهرهای مختلف به سر اینجوری به جلوی کلیسا شهر میدادن روایت های مسیح، و قصدش 100% تبلیغ مسیحیت بوده. این مرحله هم که رد کنیم بیرسیم به اون تئاترایی که صحبت شد که از تئاتر قرون وسطایی و مسیحیت جدا میشن و میرن توی دهکده و روستا و شهرها و تئاتر وارد کمدی میشه. سه نوع تئاتر غیر مذهبی توی قرون وسطا به وجود میاد، یکیش نمایش اخلاقی بوده، بعد خلبازی، یکی دیگه هم نمایش مسحکه یا فارس، که اینا کلیسا کاملا با اینا مخالف بوده و از اینجاست که تحریم نمایش، نمایشنامه‌نویس و بازیگر مطرح میشه و کلیسا دیگه نه اجازه میده که هنرفشا رو به طور رسمی خاک بکنن و طردشون میکنه. مرحله بعدی که آندره تو کتابش خیلی قشنگ صحبت میکنه و خیلی خلاصه و مفید، این قضیه این که چجوری تئاتر حرفه‌ای میشه از همون قرون وسطا. میگه به نظر یکی میرسه که همون مانسیونایی که جلوی کلیسا بوده بذارن رو چرخ برن دورگردی بکنن، تئاتر رو اینجوری اجرا بکنن، ولی وقتی که تئاتر رو میبرن تو شهر و روستا اجرا میکنن، وقتی صحبت جمع کردن پول بشه تماشاچی ها در میرن، کسی پول نمیده. بعد یه نفر به فکرش میرسه که همین ماسیونا رو جمع بکنه ببره توی جای سربسته، و هنوز جای سربسته وجود نداشته. اون موقع مهمونخونه ها یا هتل ها یه فضای بازی داشتن، اونجا رو کرایه میکنن برای اجرای تئاتر، و آدمای پولدار بالکونا رو اجاره میکنن، بقیه هم وای میستن تئاتر رو اجرا میکنن. برای دیدن تئاتر باید ورودی بدن، یعنی اولین باری که تئاتر رو بلیت براش فروش میذارن، و اینجور چیزا به اصطلاح اولین تئاترای حرفه‌ای به این صورت شکل پیدا کرده. جالبه، یعنی وقتی نگاه کنید، حالا میخوام یکم زوم کنیم روی یکیشون، ببینید که اینا تصویرهایی که از اون زمان وجود داشته. اینا حیات یه مهمونخونه است، اینجا صحنه میزنن، پولدارا بالکونا رو کرایه میکنن. و حالا بعد تئاتر اگه نگاه کنید، تئاتر شکسپیر هم از روی همین مدل ساخته شده. تصویر بعدی تئاتر گلوب که هنوز تو لندن برپاست، این تئاتر گلوبه که توی لندن، البته این تئاتر بارها سوخته شده چون از چوب بوده، و دوره الیزابتیان، ببینید هنوز تئاتر روبازه، صحنه داره، صحنهش کاملا تغییر پذیره، رو همین صحنه میتونن چندین صحنه رو اجرا بکنن، مثلا مکبث اجرا بشه، لیرشا اجرا بشه، هملت اجرا بشه، چون امکان با عوض کردن یک المان میتونن کاملا صحنه رو عوض بکنن. بعد از دوره الیزابتیان میبینیم که هنوز پیرایشگران و کرومبل تئاتر رو میبنده، خراب میکنه و دیگه داغون میکنه، ولی دو مرتبه بعد از دوره الیزابتیان این تئاتر رو مثل روز اولش میسازن و هنوز اگه کسی لندن رفته باشه تئاتر فعاله، تئاتر شکسپیر به همین صورت. بهرا این نمونه تئاتری که بالا میبینید تئاتر الیزابتی، یعنی تئاتر فرم الیزابتی، این تئاتر فرانسوی اگه بشه گفت، تئاتر به شیوه فرانسوی مستطیل پختر یا همکف، تماشاچی ها ایستادن، صحنه اینجاست،
بعضی ها میتونن اینجا بشینن. از قرن 18-19 تئاتر به شیوه ایتالیایی مد میشه که اغلب تئاترای اروپایی رو به این صورت میسازن. تئاتر به شیوه اروپایی یا تئاتر بورژوایی به اصطلاح اگه نگاه کنید، یک به اصطلاح سالن سربسته است، صحنه اینجاست، بالکونا و لوژا اینجا و یک لوستر همیشه اینجا روشنه. اینجا دیگه بورژوا فقط برای دیدن تئاتر نمیرن، میرن که دیدن بشن. یعنی تو بعضی ها اینجا رو سالانه اجاره میکنن، لوژا رو، که برن توش بشینن، مهمونی بدن، بیان ببینن هم دیگر رو. اصلا این خیالشون نیست که چی میگذره، با هم دیگه صحبت میکنن، بحث میکنن. حتی بعضی موقع روی صحنه هم صندلی گذاشته بودن برای آدمای پولدار که بتونن اینجا دیده بشن. کسی که مخالف این صحنه بوده ولتر بوده. ولتر میگه که اگه این صحنه ها، یعنی اگه ادامه داشته باشه، من اجرا نمی کنم تئاتر رو. یه آدم پولدار پیدا میشه این به اصطلاح صندلی ها رو میخره تا اینکه ولتر بتونه تئاترش رو اجرا کنه بدون حضور تماشاگر روی صحنه. و از اون به بعد دیگه صحنه ها رو از روی صندلی های تماشاگر رو از روی صحنه برمیچینن. در حال این شیوه تئاتر ایتالیایی که هنوز اغلب تئاترهای پاریسی، کمدی فرانسیز، اپرا به این صورت ساخته شده. منظور باز اینه که چجوری آندره به سادگی تو این کتابش این قضایا رو شرح داده. و اگه فکر میکنید که خسته شدید میتونیم بحث رو کم بکنیم، وگه نه من دو تا مورد دیگه اگه میخواید صحبت کنید اجازه. حالا ما رسیدیم به تئاتر، به این دوره بورژوا، تئاتر بورژوا. به نظر من با وجودی که بورژوا میرفتن توی تئاتر دیده بشن، ولی خیلی کمک کردن به بست و گسترش تئاتر. یکی اینکه پول داشتن، پول میدادن تئاتر اجرا بشه، سوبانسیون دولت مولد در کار نبوده. اگه تئاتری فروش نمیکرده، هفته بعد کشیده میشده میامده پایین. اگه تئاتر خوب بوده ادامه پیدا میکرده، حتی همون موقع تماشاگرش که مخالف بودن تئاتر رو میکشوندن پایین. بنابراین درسته که الان بورژوازی یکم لفظ پیجوراتیف داره، بد فوشه برای خیلی ها، ولی اون زمان آدم های فریخته بودن، آدم های بافرهنگی بودن و به تئاتر کمک میکردن. بسیاری از نویسنده های بزرگ تئاتر خودشون بورژوا بودن. قرن 19 زولا، ویکتور هوگو، ولتر، آدم های واقعا فریخته و آدم های پولداری بودن و جزء طبقه بورژوا حساب شدن. و بورژوا هم ازشون حمایت میکردن و هم خودشون کمک میکردن. اگه بورژوازی ایران هم کمک میکرد به فرهنگ، ما وضعمون الان اینجوری نبود. واقعا احتیاجه که بورژوازی آدم های کودا کمک بکنن، برن ببینن. توی اون قرن بنابراین بورژوا نه تنها کمک میکردن، بلکه در ساخت و تدوین و ادامه تئاتر و فرهنگ نقش بسیار بزرگی بازی کردن. حالا آنتوان قرن 19 هم آدمی بودش که پایه‌گذار مترانسن شد، کارگردان. اولین کسی بودش که خودش یه کارگر ساده کارخونه گاز بوده، حقوقشو 150 فرانک حقوق داشته، اینو خرج تئاتر میکرده. با وجود که کار میکرده شبا میامده تئاتر میذاشته. حالا برای اینکه از گیر سانسور بگذره، خلاصه میکنم، تئاتر آبونمانی تشکیل میده. یعنی میگه که من تئاترم از قبل پیش فروش میکنم، 50 تا صندلی میفروشم برای 5 تا تئاتر در سال. بنابراین چون این تئاتر مختص به اون آدمای آبونه بوده، مشترک بوده، اداری سانسور کاری بهش نداشته، چون خصوصی بوده. اگرچه خیلی هم باز میومدن صندلی های خالی رو پر میکردن توی تئاتر آنتوان. کاری نداریم، از این میگذاریم. ولی تأثیر آنتوان توی تئاتر دنیا خیلیه، چون از یک طرف روی استانیسلافسکی و مایرورد تأثیر گذاشته، از یک طرف روی ژمیه، که ژمیه یکی از آدمای بزرگ تئاتری بوده که روی گاستون باتی تأثیر گذاشته، و ژمیه روی ویلار تأثیر گذاشته. ویلار هم که میدونید که پلانشون و به هر حال
تأثیر یک آدم و به وجود آوردن لفظ کارگردانی میتونه تئاتر رو به اصطلاح بسیار مورد تعبیر قرار بده. اینم باز نمونه یه که از کارهای خود آندره دوگن تو این کتابه که چجوری شرح میده نفوذ آدمای مختلف از کجا ریشه گرفته و چجوری ادامه داره. وقتی که صحبت خط تیره میشه یعنی تأثیر مستقیم داشته، وقتی خطوط مقطعه یعنی اینکه تأثیر جانبی داشته روی آدمای مختلف. و اینجا یه نقطه که خیلی مهمه روی استانیسلافسکی، به نظر من دیدرو خیلی مؤثر بوده. حالا کار نداریم، ولی قبل از این که کتاب های دیدرو توی فرانسه پخش بشه، توی فرانسه پخش نشده، توی روسیه پخش شده، چون دیدرو کتاب خونه‌شو به کاترین فروخت. کتاباش توی فرانسه قدغن بوده چون میترسته بره زندان. و کتاب های دیدرو قبلش میره روسیه، از روسیه میره آلمان. شیلر کتاب های دیدرو رو میخونه، به گوت، به گوته میگه کارهای جالبیه، گوت اینا رو ترجمه میکنه. وقتی اون ترجمه میکنه، ترجمه های اونا رو یکی دیگه میکنه به فرانسه. فرانسه مگه نبود؟ کتاباشو تو فرانسه چاپ نمیکرد غیر از آنسیکلوپدیش. کتاباش میترسید چون که کوچیکی، یعنی کوچیکی یعنی در سنین جوانیش گرفتن، اسم زندانش کردن. بله بله، اسم مستعار داشت دیدرو. نه بدون اسم چاپ میکرده کتاباشو، بدون اسم، یعنی بدونه که اسم بذاره توی ژنو یا توی لاهه یا کاری دیگه چاپ میکرده، ولی توی اجازه پخش توی فرانسه نداشته. میسوزوندن چندین کتابشو، مثل ولتر سوزوندن، کتابای فلسفیشو سوزوندن، اون نامه به به نابینایانشو سوزوندن، بردنش زندان و قول داد که دیگه کتاب ننویسه. ولی مینوشت، نمیتونست ننویسه، میذاشته تو کیش. اینا رو حالا یه چیز دیگه است، فرصت شد یه بحث مفصله. و به هر حال خیلی خلاصه بگم، کتاباشو توی اگه 5 دقیقه فرصت بدین، چون این هم مشکل، دیدرو قرن 18 یک کورسپاندانس لیتره را میندازه که 15 نسخه دست نویس کاراشونو می نوشتن و اینا رو تو فرانسه حق پخش نداشتن، میفرستادن به فرهیخته های اشراف زاده، یعنی به دربارای پروست، روسیه، اتریش، کشور، به 15 تا و دست نویس هم بوده. کم هم نبود، قطر این کورسپاندانس لیتره در حدود 2300 صفحه است. دیدرو اغلب کاراشو تو اون چاپ میکرده، مخصوصا نقدای نقاشیشو، سالوناشو که کارهای خیلی مهمه راجب نقاشی، نقد نقاشی رو دیدرو بس کرده، نقد تئاتر رو دیدرو بس کرده. اینا رو دست نویس مینوشته، تو فرانسه چاپ نشده. بعد از مرگش 1980 تو فرانسه کارش چاپ شده و هنوزم 20% کارهای دیدرو توی موزای، توی کتابخونه های روسیه است، هنوز وارد فرانسه نشده 20%ش. برحال خلا باز از بحثمون داریم خارج میشیم. کتابای دیدرو و اندیشای دیدرو توی همین کورسپاندانس لیتره نوشته میشه، دست نویس، و استانیسلافسکی از اینا خبر داشته. به نظر من کاملا ایزنشتان خبر داشته، از ایزنشتان اینا رو خونده قبل از اینکه فرانسوی بخونن، چون که اینا رو ترجمه کرده بودن و خیلی از کارش هم گوته ترجمه کرده، بد ترجمه کرده. گوته درست آدم خیلی بزرگه، ولی وقتی اون ترجمه شو با خود متن به اصطلاح برادرزاده رامو مثلا گوته ترجمه کرده به فرانسه، اون باز ترجمه شده، ولی وقتی مقایسه کنیم این خیلی مزخرفه ترجمه گوته، ولی خب به هر حال ترجمه بوده که به هر حال خیلی کار بزرگی کرده که اون موقع ترجمه بوده. بیایم برگردیم به بحث خودمون، خیلی عذر میخوام. یک چیز دیگه هم که باز بکنیم و دو جریان تئاتر معاصر به نظر آندره دوگن، یکی از باز آنتوان، یکی هم اوژن پو، یکی رالیست بوده،
کاملا رالیست بوده آنتوان، اصلا ناتورالیست بوده، تئاتر ناتورالیستی رو به اصطلاح کار میکرده. و اوژن پو که هنوز تئاتر لوفره، اوژن پو وجود داره توی پاریس، اگه برید تا این تئاتر لوف وجود داره، همونجوری که لونیه پو اینو کار کرده. اون سمبولیست بوده. آدمایی که از این دوتا به اصطلاح بهره بردن توی ناتورالیسم ها میتونید مثلا برسه به استنیسلافسکی و آدمایی که این سیر نام برده و میرسه حتی یاسمینا رضا. ببینید چجوری به اون میرسه، در صورتی که سمبولیستایی که از لونیه پو الهام گرفتن، مادلین، جالی، کرودل، مایر هولد، و بعد تا استیلیزاسیون میرسیم به آختو و تا اینکه به ویتز میرسیم. یعنی دو تا جریانه. وقتی ویتز رو با رضا مقایسه کنید میبینید که از کجا ریشه گرفتن این چیزا. که البته تو تا توی کتابش خیلی اینا رو شرح میده. این تصاویر کمک میکنه که آدم بهتر بفهمه تئوریای پیچیده تئاتری رو. من فکر میکنم یک دیگه سرتون رو بیشتر از این درد نمیارم. اگه مسئله دیگه هست میتونیم صحبت کنیم. اگه نه راجب تئاتر معاصر اپیک. بله، راجب تئاتر معاصر و اپیک. فقط همون جوری که من ازتون به اصطلاح اینی که مهمه، من اونجا که صحبت کردم برای من اهمیت داره که چجوری تئاتر، یعنی برای این که برای من که هیچی، برای آندره دوکن اینجوریه که چطوری رودخانه تئاتر ادامه پیدا کرده و همچنان وقتی شما نگاه کنید از قرن پنجم تا برشت و حتی تئاتر امروزی یک رشته‌ای تراژدی 2500 سالو با مثلا برید نمایشنامه یاسمینا رضا رو ببینید به هم وصل میکنه. یک رشته نامرئیه ولی وجود داره، با وجودی که هر کدوم از نویسنده‌های دیگه که اومدن تئوریای قبلی رو رد کردن، یه تئوری دیگه جاش گذاشتن، ولی همچنان این چیزا ادامه پیدا کرده. مثلا من وقتی صحبت از دیدرو میکنم، دیدرو میاد کاملا تئاتر کلاسیکو ارسطو رو میذاره کنار، میگه که وحدت‌های سگانه، یعنی تئوری ارسطو این بودش که باید وحدت زمان، مکان، بیان وجود داشته باشه. دیدرو اینا رو رد میکنه، ولی با این حال میگه که درسته، ولی وحدت زمان تا یه حدی لازمه. درسته وحدت مکان ممکنه به درد نخوره، یعنی ما میتونیم یه سوژه رو توی جاهای مختلف نشون بدیم، ولی زمان حفظش بکنیم. حتی وقتی میرسیم، یعنی وقتی میرسیم به برشت، برشت کتاب تئوری تئاتری که در میاره اسمش از آراگون، یعنی همون تئاتری که، یعنی تئوریای تئاتری که افلاطون و ارسطو راجع به تئاتر نوشتن، آراگون. به خاطر اینکه همچنان توی تئاتر برشتی شما اون عنصر دراماتیکی که تئاتر رو میسازه وجود داره، با وجودی که میدونی که همشو، یعنی از زمین آورده توی آسمون، تمام این چیزها رو از بین برده. تئاتر تراژدیا رو ببینید، تمام تو آسمان ها میگذره بین اساطیر و خدایان و قهرمان ها و سرنوشت. یه مسئله دیگه که خیلی مهمه، من اگه همجوری بخوام کلی صحبت کنم، تئاتر تو اون دوره قرن پنجم قبل از میلاد خیلی خصوصی بوده، یعنی بین یک قهرمان و خدا دو نفره بوده. دیدرو اینو میاره خانوادگیش میکنه، میگه بیاد مسئله خانوادگی رو صحبت کنیم. اون خانواده هم خانواده بورژوازی بوده، میگه دیگه به ما ربطی نداره که خدایان چیکار میکنن، قهرمان چیکار میکنه و اینا. آژاکس به ما ربطی نداره، آنتیگون رو نمیتونم، این قضایا رو بذاریم کنار، بیایم حالا راجع به یه خانواده بورژوازی، یه پدر بورژوا با دخترش میخواد چجوری ربط کنه، مشکل داره جهاز براش درست کنه. تئاترش اینجوری، یعنی یک شخصیت، دو شخصیت میاد تبدیل میشه به یه خانواده، بعد خانواده تبدیل میشه به قوم، تئاترای قرن 19، بعد برش تبدیل میشه به طبقه، یعنی از یک طبقه رو مورد خطاب قرار میده. وقتی که
مثلا برشت از مادر صحبت میکنه، نمایشنامه مادرشو ببینید، مسئلهش یک مادر نیست، تمام مادران، یعنی قضیه رو میاد کاملا بسط میده به جامعه. این هم یک سیریه که اگه آدم بخواد مطالعه کنه توی تاریخ تئاتر میبینه که چطوری تئاتر از پرداختن به یکی دوتا شخصیت میاد میرسه به خانواده و بعد تبدیل میشه به یه بخش وسیع و دیگه اصلا مسئله حتی کشور و مملکت هم مطرح نیست، جهانیه، یعنی موضوع برشت دیگه جهانی میشه. یا حتی اگه بخوایم اونم نگیم، حتی آوانگاردیستا غیر از برشت، مثلا مسئله که بکت مطرح میکنه در انتظار گدوش، دیگه آدمایی که بتون گیرشون بیاریم نیست. این آدم میتونه تو ایران باشه، توی بنگلادش باشه، توی روسیه باشه، یا توی آمریکا، توی فرانسه. یعنی مسئله دیگه میشه مسئله کاملا جهانی و همه‌گیر. این چیزیه که میتونه آدم توی به اصطلاح این سیر تحول 2500 ساله تئاتر ببینه. و چیزی که میتونه بگه آدم اینه که ما هم در پاریسی هستیم که توش خوشبختانه هنوز تعداد تماشاگرای تئاتر بیشتر از تماشاگرای فوتباله. بریم تئاتر ببینیم. بله بله بله، یه واقعیته. خوشبختانه 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 تئاتر در پاریس همچنان زنده است. به نظر من هزاران تئاتر اجرا میشه هر شب تو تئاتر. بریم ببینیم تئاتر. بچهای تئاتری اینجا هم که تئاتر میذارن، بریم ببینیم کارهای تئاتری ایرانی رو. تئاتر، خدمات عمومی تئاتر برای تربیت فرهنگ و جامعه مفیده و هنر کاملیه به نظر من. بشناسیم، بریم ببینیم و استفاده کنیم، چون که تئاتر توی فرانسه همچنان به نظر من هنوز زنده است و در دنیا هنریه که زنده است. آدم زنده با آدم زنده طرف نفس میکشه، حس میکنه، میبینه و زندگی میکنه. هنریه که احترام باید قائل بود براش و شناختش. بفرمایید. البته گفتار شما بسیار جالب و آموزنده بود. من فقط خواستم یه نکته راجع به یه خانم فریختی که رول خیلی مهمی بازی کرده در زمان دقن میدام، معشوقه لوی 13 بود، خانم پومبادور که اسمش به جا هست. این خانم همین آقای گیدرو رو چند بار زندان کردن و آزاد کرد. فردی بود که از تئاتر و نویسندگی و اینا خیلی خوشش می‌آمد و رول بسیار مهمی بازی کرد که مانع از این شد که روحانیون به خصوص بتونن اینها رو از بین ببرن. البته خب جریان مولیه رو اینا می‌دونیم که چجوری به کاری کردن که اصلا معلوم نشه کجا دفن شده، یعنی اکس موسون رو بهش ندادن و بعدم چیز عمومی چه داختن جسد شد. منظور این است که از این خانم تو این کتاب صحبت شده، اگه بخوایم از همشون صحبت کنیم، آدم های فرقیده قرن 19 هم نه تنها خانم پومپیدو، قرن 18 هم 19 هم بانوان سالونای ادبی که داشتن خیلی کمک کردن. بله کاملا، من یه مقاله کوچیک راجع به این قضیه نوشتم که سالونای ادبی اون قرن چقدر کمک کردن به به اصطلاح رونق ادبیات، رمان و تئاتر توی فرانسه و بعدم مد شد کشورهای دیگه. آدمای خیلی به هنرمندای بسیار مهمی هم بودن. خانم خیلی مدیون. بله شاتله هم بود، خانم شاتله که معشوقه ولتر بود دیدرو رو از زندان آزاد کرد. بله معشوقه ولتر هست. بله بله کتابام اونجا هست، میتونید نگاه کنید. دوستان اگر سوالی ندارن، چون الان ساعت 7:20 دقیقه است، با توجه به اینکه کتاب هم هست، اگه سوال ندارن بریم به قسمت کتاب. کسی سوالی نداره؟ این کتاب بخونم.
همسرایان توی تراژدی یونانی کور همسرایان که همسرایان یک 14 تا همسرایان بوده و یه رهبر داشته که اینجا اگه اجازه بدید بهتون نشون بده اینجا قشنگ شده اینه نه اصلا توی کارای شیر اصلا اونا اجرا میکرد یعنی تمام اونا بیان میکردن قصه رو اونا میگفتن اگه اینجا بتونید نگاه کنید اینجا میبینید اینا که این اتفاقا این نمایشنامه پارسیانه پارسیان که به اصطلاح هخامنشیان رو اینجا میبینید هخامنشیان اینا نشون میده اینا مهم بودن همسرایان هنرپیشه نقش کمی داشته اون سیاه رو که این وسط میبینید اون رهبر همسرایان بوده که اون دیالوگ میکرده اونای دیگه میخوندن آغاز میخوندن رهبر کور یعنی رهبر گروه همسرایان ایجاد دیالوگ میکردن یه تئوری وجود داره که میگن که در واقع همسرایان نقش نویسنده رو بازی میکردن یعنی حرفایی که نویسنده میخواسته بزنه و توضیح بده که ممکن بوده که تماشاگران نفهمن اینا بیشتر توضیح میدادن همسرایان خیلی مهم بودن توی تراژدیای یونانی بعد کم کم نقششون خب چرا هنرپیشه دیالوگ داشتن یه پروتاگونیست بوده یا آنتاگونیست یعنی یکی یه صحبت میکرده اون یکی جوابشو میداده بعد سه تا میشن چهار تا میشن و به همین ترتیب نقش همسرایان کمتر میشده تا اینکه همسرایان کم کم از بین میرن و فقط بازیگر میمونه اینجا صحبت از بازیگره هنرپیشه نیست هنرپیشه از قرن 18 که حرفه‌ای میشه میتونیم بگیم هنرپیشه و میبینید که توی کار اوریپید بازیگرا بیشتر اهمیت داشتن تا اینکه ولی همچنان همسرایان این پایین که میبینید وجود داشتن و گاهگداری از سوال و جواب میکردن با هنرپیشه ها که حالت دیالوگ بین این دوتا وجود داشته ولی دیالوگ اصلی بین دوتا هنرپیشه ستا هنرپیشه بوده تصویرها رو خود این آندره کشیده؟ همه کار آندره است همه تصویرها کتاب که نگاه کنید همش کار خودش بوده به خاطر چی؟ به خاطر که آندره میخواسته کتابش ارزون در بیاد اگه میخواسته این تصویرها رو بگیره باید کپی رایت میداده این چیزها پدرشو در میآوردن چه سالی این 1992 نه توی پرلاشز شده فوت کرد آدم بسیار فرهیخته ای بود و تمام تئاترای 1940 تا 50 60 رو تو پاریس همه رو دیده بوده و نوت برداشته یعنی تمام تمانیاژش که تو این کتابه واقعیت داره یعنی وقتی که صحبت از کار بکت یونسکو این چیزا میکنید واقعا کارای یونسکو یا بکت وقتی تو پاریس اجرا میشده دو تا تماشاچی داشته سه تا تماشاچی داشته بعد آندره یکی از اینا بود و واقعا من بهش میگفتم مثلا تو این نمایشنامه صندلیا رو دیدی گفت آره بعد رفت برای من چیزاش آورد تصویرایی که از همون اجرای بلن اونجا توی پاریس دیده بود تصویر برداشت بود نشون داد گفت اینجوری بود طوری بودش که بعد از چاپ این کتاب دیگه به اصطلاح انتشارات گالیمار وقتی میخواست یک کتاب تئاتری در بیاره میومد از این نظر ولی این کتابش رو هیچکی چاپ نکرد اولین بار واقعا ناشرها نتونستن درک کنن که این کتاب چقدر کتاب خودش زنده بود دید ترجمه شد ترجمه فارسی نه متاسفانه من بهش قول داده بودم ولی قول من خیلی طول کشید چون کار سختی بود و متاسفانه ندید ولی من این کتاب با اجازه ورثا شد اونا در جریانم و به من اجازه دادن کتابو چاپ کنم و به اصطلاح خودشون با کمال میل قبول کردن که این کتاب چاپ بشه و خوشحال میشد خود آره حتما بازیگر تئاتر بودن نویسنده بود نوشته بود چند تا کار نوشته بود
و چند تا آدم و یک چیز کار سه تا کتاب دیگه نوشته آندره دوگن. یکی از کتاباش که میتونید الان بخرید، کتاب خیلی خوبیه، کتاب دیگه میشه پرومناد تئاترال اپاری اسمشه، یعنی گردش تئاتری در پاریس. طی 3-4 تا برنامه به تو میگه که پاریس رو برید بگردید و ببینید که چه تئاترایی تو پاریس وجود داشته و چه زمانایی. یکیش مثلا از زمان مولیر شروع میشه، اونجایی که مولیر تو پاریس به دنیا آمده، خونش کجا بوده، آپارتمانش کجا بوده، بعد کجا رفته، بعد کمدی فرانسیز از کجا شروع شده، اولین ساختمون کمدی فرانسیز کجا بوده، بعد کجا آمده. تمام این کتابا رو توی تمام این جاها رو توی این کتاب شرح داده و این کتاب هنوز هست. و در ضمن تا وقتی زنده بود اینا رو مجانی، یعنی خودش میومد یک شنبه صبح، من و آقای مکی هم با هم دیگه یکی دو بار این چیزاشو رفتیم و از صبح 8 صبح تا 12 میبرد ما رو پیاده از یک نقطه پاریس میرفتیم میگشتیم. 15-20 نفر جمع شدیم و یک یک اینا رو نشون میداد و دقیقاً جاهایی که هنوز وجود داره. فکرشو بکنید بعد از 4 قرن پاریس، اونجایی که مولیر به دنیا آمده، اگه اون ساختمونش رفته یه پلاکی زدن یا سردرش رو حفظ کردن. تئاترای قدیمی 300-400 سال پیش هنوز جاشون هست توی پاریس. یه چیز تبدیل به یه چیز دیگه شدن، بعضیاشون تبدیل به یه چیز دیگه شدن، بعضیاش همچنان وجود داره. یعنی حفظ کرده. پاریس یه شهری که تاریخش رو حفظ کرده، حافظه تاریخی داره. درسته که تهران ما هنوز خونه نیما رو خراب میکنن، خونه فرو رو نمیذارن بمونه، اون یک خونه جلال رو نمیم فلان کار میکنن، اون یک خونه های دامه میکنن، خوب و بدش نمیگم که هم اینا تاریخ ما باید نگرشون داشت. پاریس این کارها رو حفظ کرده، این تمام چیزها رو. و بفرم خانم، از شما سوال بشتیم. کتاب برای کتاب اگر میخواید لطفا خودتون تشریف ببرید برای کتاب. سرور بود. خیلی ممنونم.